در مورد طب سنتی و پروسه گرفتن مدرکش تو کانادا چیزی میدونی؟ آیا تا حالا تجربه طب سوزنی رو داشتی؟ امروز میخوام برم هامبر کالج با یکی از دوستان که دارن اونجا طب سنتی میخونن. به من گفتن که پروسه خیلی طولانی 3 ساله داره. امروز میخوام باهاشون همراه بشم برم و یه وقت هم گرفتم، هم بهتون اونجا کالج رو نشون بدم، هم در مورد رشته های مختلفی که اونجا هست و تریتمنت هایی که انجام میشه باهاشون صحبت کنم. خب حالا امروز داریم میریم با آقای مسعود کریمپور هامبر کالج، درسته دیگه؟ هامبر کالج. بله. اونجا رو ببینیم چون ایشون دارن اونجا تحصیل میکنن توی طب سنتی. طب سنتی چینی. طب سنتی چی؟ طب سنتی از نظر ما توی ایران همون مغازه‌هایی بود که یه سری گیاهی، محصولات گیاهی می‌فروشن، مثل عطاری. خیلی هم الان هستن توی سوشال مدیا که خودشون رو متخصص میدونن و یه سری داروها رو دارن تجویز میکنن. اینجا همونه داستانش؟ نه، اینجا خیلی فرق میکنه. ما تو ایران یه دوره های مثلا افراد میدیدن، حالا ماکسیموم با اگه خیلی طرف فعال بودی تو یه سال چند تا دوره رو میرفت، بعد راحت میتونست کار بکنه. ولی سیستم اینجا متفاوته. همین که اون طب سنتی اینجا اصلا اجازه نداریم کار کنیم به این شکل و به هر شکلی پرسکریپشن ممنوعه. و شما باید داروهای گیاهی رو نمیتونید. نمیتونید، پرسکریپشن ممنوعه. شما باید حتما مجوز و لایسنسش رو داشته باشید که بتونید نسخه تجویز کنید. و طب سنتی چینی یا تریدیشنال چاینیز مدیسین که اسم در واقع آکادمیکش توی کالج هست، دورش 3 ساله است. 3 ساله کامل، یعنی ما 3 تا اینترنشیپ داریم، 3 تا تابستون توی کلینیک در واقع به صورت عملی کار میکنیم و بعد از اون 3 سال تازه امتحان بورد میدیم و وقتی که رجیستر شدیم میتونیم فعالیت کنیم. یه سازمانی مثل همون نظام پزشکی خودمونم هست، OCTCMPAO، که در واقع کالج طب سنتی، در واقع همون نظام پزشکی بگیم. حالا مثلا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اسمش از تعریف پزشکی اومده، همون تعریفی که ابن سینا ارائه داده، توی کتابش نوشته. پزشکی چیه؟ حالا ادبیات قدیمیش رو من کامل نمیتونم بگم، ولی میگه که پزشکی علمی است که در آن سلامت انسان حفظ گردد و در صورتی که سلامت از دست بره، سلامتی رو برگردونه. این پزشکیه. ولی یعنی مرحله اول همون بهداشت است که ما بتونیم سلامتی رو حفظ کنیم. و این طب‌های سنتی معمولا بیشتر روی سبک زندگی صحبت میکنن که ما یک روش درستی داشته باشیم، یک تغذیه درست داشته باشیم، در واقع تحرک مناسب داشته باشیم که سلامتی به حالت در واقع نرمال خودش بمونه. هم سلامتیمون از دست ندیم که بعد دنبال حفظ سلامت درمان. بهداشت قدم اوله و بعد از اون در واقع ما به سمت درمان، در صورتی که مشکلی پیش بیاد. چیزی که اینا دارن تو طب سنتی آموزش میدن بیشتر تمرکزشون رو طب سنتی کجاست؟ چینیه. این طب سنتی چینیه. البته یه آپدیت هایی شده، یعنی اون در واقع طب سنتی قدیمی نیست، یه جوری آپدیت شده. هنوز هم داره روش کار میشه، تحقیقات میشه و در واقع شکل آکادمیک شده یه طب سنتیه. ببین، مثل پزشکی عمومیه و همه مشکلات رو ما میتونیم در واقع نیم درمان کنیم، رفع کنیم، ولی اون تشخیصایی که هست، شما هر مشکلی که باشه میشه یک تشخیصی داد و یک روش درمانی رو پیش گرفت. در بعضی موارد حتی با یکی دو جلسه، مثلا همون نافجا انداختن، یک جلسه مثلا میتونه جواب بده. مشکلات گوارشی بسیار میتونه جوابگو باشه، حتی برای استرس و استراب و مشکلات مفصلی، کمردرد یا مشکلات پوستی مثل اگزما و یا صدف، اینا
هست. من یه نکته دیگر هم عرض کنم که ما برای استرس تو طب سنتی خودمون هم حالا مشهور ترین شده گلگاو زبونه. گلگاو زبونه گلگاو زبون من همیشه میگم گلگاو زبون بخور قصه نخور. آره گلگاو زبان مثلا یا بهار نارنج و یه ترکیب دیگه مثلا 4-5 تا گیاه هستن، اینا استراب رو استرس رو دلهوره رو رفع میکنن. ولی کسی که افسردگی داره و یک مشکلی داره اینو نمیشه با دموش رفع کرد. یکی از اون مواردیه که متاسفانه این هم باعث ایجاد این مشکل شده که بعضیا میان برای افسردگی مثلا کسی که مراجعه میکنه میان دمنوش تجویز میکنن. دیگه از اینا به دره. دقیقا همین مشکله. اگه این رگولیت میشد طرف در اینجا یک خط قرمزی براش میشد، یه رد فلگ به قول اینجا که ما در واقع میگن، یه رد فلگی میشد که اونجا دیگه باید دست نگه داره، اونجا از تخصصش خارجه و باید ریفر کنه به یه نفر دیگه. حالا الان فقط هامبر کالج اینو داره؟ نه اینجا دو تا کالج دیگه هم، یکیش کالج طب سنتی چینی هست در واقع، یکی هم کالج ایت برانچ. این سه تا کالج در حال حاضر این رشته رو ارائه میدن. همه آدم ها هستن یا بیشتر دانشجوها مثلا خود چینیان هستن؟ نه ما الان ورودی ما دو تا ایرانی بودیم، از چین هستن، عرض کنم که هندی داریم و از تمام کشورها هستن، حتی کانادایی هم آره چند نفرم اینجا هستن. بعد از که 3 سال دورتون تموم شد به شما مدرک میدن که بعد شما چه کار میتونید انجام بدیم؟ بعد از 3 سال ما امتحان بورد میدیم، بعد رجیستر میشیم و ما در واقع میشیم رجیستر آکوپانکتوریست یا رجیستر تریدیشنال چاینیز مدیسن پرکتیشنر که ما میتونیم در کلینیک ها کار کنیم و الان خیلی هستن دارن کار میکنن. کاری که ما انجام میدیم آکوپانکتور هست که در واقع اصلیش در واقع الان آکوپانکتور هست و داروهای گیاهی چینی هستن که تجویز میکنیم. بعد موکسا هست که یک داروی گیاهی رو تقریبا به شکل خمیر در میاد، احتمالا دیده باشید توی ویدیوها یا مثلا پست‌های مختلف که روی پوست میزنن و میسوزه از بالا، اون گرماش رو در واقع به پوست میده، همون نقطه های آکوپانکچر هستن. و یه نوع ماساژ هم داریم توی اینا که مخصوص در واقع ماساژ چینی هست که اونم انجام میدیم. اسپام داره؟ اسپام داره. اینجا میتونید بپرسید از قیمت روش. پریسا جون شما اینجا دانشجو هستی؟ بعد این سرویس هایی که اینجا هست همه رو مثلا وکسین؟ بعضیشون پروموشن هست، مثلا برای وکسین شما هزینه یه سرویس رو میکنیم ولی دوتا سرویس انجام میدیم. برای مانیکیور و پدیکیور هم شما فقط $40 پرداخت میکنیم، در صورتی که اگه بخواید هر کدومشون رو جدا جدا انجام بدیم باید $30 بدیم. اینا رو دانشجو انجام میدن و هزینه‌ش هم طبق همین اینجا؟ برای دانشجو قبلش هم باید برن روی وبسایت وقت بگیرن؟ نه میتونین اینجا زنگ بزنین و همینجوری بیاین واکین بکنین. این الان چه درسیه؟ بعد این یه حالت کوآپ داره. شما اینجا الان دانشجو اسپا منیجمنت بعدش هم میرین؟ چقدر مدتشه؟ طولش چقدر؟ طولش 1 سال خورده. بعد میرین توی یکی از اسپاها اونجا شروع به کار میکنی یا اینکه اسپای خودتون رو بزنید؟ اصلا فکر نمی‌کردم همچین رشته‌ای هم تو کالج باشه. چرا؟ فکر می‌کردم همه تجربی همینجوری یه جای کار کردن یاد گرفتن. نه نه. شما حتما باید سرتیفیکیت داشته باشید. پس اینجا برای دانشجو $10 و برای افراد غیر دانشجو فکر کنم $30. مثلا ما بخوایم بیایم باید همونجوری قبلش بوک کنیم. بوک می‌کنه فکر کنم $30 برای 1 ساعت. برای 1 ساعت. بیایم اینجا ماساژ بگیریم. بعد میگین تابستون تعطیله؟ چجوری بفهمیم؟ تابستون پارسال تعطیل بود. من یه بار دو هفته قبل بودن. ولی الان هست. برنامه‌هاشون که تو چیز هست دیگه، تو وبسایتشون هست. وبسایتشون بله. هست فکر کنم. تابستون بسته است ولی اینجا یه تابستون چون بچه دانشجو نیستن تا دانشجو برگردن یه سالن ماساژ بزرگی دارن که اونم دانشجو انجام میدن و سوپروایزر باهاشون هستن. و خوبه برای ساعتی $30
خیلی قیمت خوبیه. میترسم مثلا پام درد میکنه، شما دارین سوزن رو میزنین توی دستم یا شاید اشتباه بزنین یه جای دیگه فلج شه. نه اونقدر سوزنتون اونقدر خیلی نازکن، بعد ما هم آروم میزنیم، بعد هر رگی عصبی چیزی باشه چون ما آروم میزنیم خودشون میرن کنار. و این قطر سوزن انقدر نازکه که قطر آره وقتی مثلا آمپول اون در واقع آمپول که میره داخل بافت، بافت تخریب میکنه دیگه، زخم میکنه. ولی این این سوزن انقدر نازکه در واقع یه جوری اینجوری یه کوچولو باز میکنه بدون اینکه تخریب کنه اون بافت، یه جوری باز میکنه سوزن میره داخل و بعدم که در میان بسته میشه و بیشتر اون نقاط رو شما حالا یا هیچ حسی نمی کنید یا اون حسه اصلا اسمش رو نمیشه درد گذاشت. یک مثلا یه لمسی یه لمسی حس می کنید چون لوله اون سوزنای تیوبی با هم روشون هست که در واقع اون دایرکشنشون مشخص کنن، اون رو شما حس می کنید، یه لمسی فشار کوچولوی حس می‌کنی. مثلا چه مریضیایی که حالا درمان شده اینجا شما دیدین که اومدن گفتن فلان جامون مشکل بود؟ چه مشکل بیشتر برای درد مایگرن گرفتگی عضله، یعنی مثلا کمر دیگه وای میگیره پشت درد کردن اینو با یه بار سردر. من یکی بود قفس سینه‌اش درد کرد بخاطر یه غذا چربی خورده بود قبلش، بعد این باعث شده بود که قفس سینه‌اش درد کرد. بعد خب من سوزن زدم بعدش دردش با یک بار جواب میده با یک بار جواب میده، ولی اون زمانی که این حس خوب و مثلا این حال بهتری دارین شاید کم باشه، یعنی نیازی که بازم تکرار باشه. ببین تقریبا تمام مشکلاتی که هست رو میشه روش کار کرد، حالا دردهای عضلانی، کمر درد، زانو درد، دردهای مفصلی، سردردهای میگرنی رو خیلی مثلا مراجعه میکنن، بعد مشکلات گوارشی خیلی شایع هست و انجام میشه در واقع کار روش میکنن روش، بعد آره استرس و استراب و اینا رو خیلی کار میکنن. بعد توی خانم‌ها حالا معمولا مشکلات پریمنسترال سیمپتوم یا حالا مثلا دردهایی که هست یا مشکلاتی که در خونریزی هست اونا رو هم خیلی به شکل خیلی در واقع جدی روش کار میکنن و جوابگو هم بوده. الان این برنامه که امروز ما اپوینتمنتی که گرفتیم کاری که دانشجوها دارن انجام میدن. من یادمه که یه زمانی مشکل دندون داشتم، بعد رفتم بیمه هم نداشتم برای پرداختش، رفتم پرسیدم گفتن که شما گفتم کجا ارزون تر برای کار دندون انجام میدن، یه لیست دادن، اولی لیستش یافتی بود، دانشگاه یافتی برای کار که رفتم اونجا فیلمم گرفتم و خیلی از کسایی که تو پیج هستن فالوور من هستن دوست داشتن، گفتم ما هم بریم بگیریم چون هزینه های پر کردن دندون خیلی زیاده. یه مثلا دندونی که با 1500 دلار پر میکردن دکتر اونجا از من 7500 دلار میگرفتن. الان این کاری هم که اینجا دارین انجام میدین دقیقا این همونه دیگه. دانشجوهای ترم سال دوم که دیگه یه سری درس تئوری رو پاس کردن دارن میان اونجا عملی انجام میدن. بعد استادتون هم بالا سرتون هست، اونجا معلم استادشون بود، هر کاری که میخواست رو دندون من انجام بده میمدن نگاه میکردن چک میکردن، یعنی بدون اجازه هیچ کار نمیکرد. بله اول معاینه میکرد بعد اطلاعاتو به استاد میداد که این خانم اومده این مشکل داره میخوام امروز این کارو بکنه، بعد میگه خب حالا این کارو بکن. اون مرحله رو که میذارون میافت بهش میگفت، اون میومد دوباره نگاه میکرد، حتی بهش راهنمایی میکرد میگفتش که اینجوری بکنی بهتره اینجا هم. بعد هزینه‌اش برای هر جلسه همون 25 دلار برای تپ سوزن ماساژ هم؟ برای ماساژ، برای بادکش، بادکش رو من نگفتم یادم رفت. ماساژ، بادکش، تپ سوزنی، دیگه چه سرویسایی میدن؟ تپ سوزنی که به الکترو اکوپانچر به برق مثلا بس آره میکنم. بعضی نقاط رو آره یه سیمای برق بس مثل فیزیوتراپی که میرید یه پالس الکتریکی میاد، اینا رو هم دقیقا به همین شکل انجام میدن، یعنی سوزنا رو یه الکترودای وصل میکنن و یه پالسایی میزنه
حالا شدید و در واقع حالا الان مشکل اصلی رو من الان اومدم یه نوبت گرفتم، نمیدونم هم هیچی نیست، هیچ مشکلی ندارم. اون استادتون داره حرف منو گوش میکنه و یه چیزی رو، یا مثلا یه جایی درد میکنه ولی نمیدونم دلیلش چیه، استادتون حرفای منو گوش میکنه بازم سوال پرسه یا خودتون میپرسه دانشجو؟ اول ما میایم بعد اطلاعات ما میبریم پیش استاد، ما نظر خودمون ما میگیم، بعد یا تایید میکنن یا میگن نه توجه بیشتر به اینجا، بعد خودشون یا تایید میکنن یا اول to begin, as if I don't know anything. So how's your sleep? Good. Good. What does good mean to you? When I decided to sleep, mm-hmm. I just sleep and wake up at the morning. So but you fall asleep very quickly? Yeah. Okay. How many hours do you sleep per night? Seven. 7 hours. What time do you go to bed? Usually 12. Okay. And wake up at 7. Wake up at 7. Okay. That's good, that's good. How's your diet? Like, appetite, do you feel hungry quickly after eating? After eating, I like to eat something sweet. You like to eat something sweet. Do you crave sweet things often? Usually. Do you prefer to eat sweet things? I prefer, yeah. Okay. Now I start to stop and usually use the dark chocolate or something. Okay. Like so like instead of like a candy or pastry, you're eating dark chocolate? Yeah. Okay. این سوزنیه که میزنی. And we normally put it just that much in the body. So the whole thing, this much of it is the handle. So you can see. Okay. Yeah. Thank you. کلی سوال ازم پرسید. اینا دو تا دانشجو بودن. سوالا رو ازم پرسیدن. بعد زبونم رو دیدن. بعد هم نبضم رو گرفتن. بعد از اون مشکلاتی که برام همه رو یاد داشت کردن، یکی از مشکلات نفخ معده بود که خب خودش الان پیشنهاد داد، گفتش که من فکر کنم بتونیم نفخ معده رو یه جلسه ای حلش کنیم، چون من هر وقت که گرسنه باشم معدم خالی باشه احساس میکنم که داره ورم میکنه. قدیما به هم گفته بود دکتر میشه ورم معده، نفخ معده یا همچی چیزی، بعد اذیت هم میکرد و بعضی وقتا درد خیلی خیلی شدید میگرفت که با ادویل هم ساکت نمیشد. خیلی کم اتفاق میفتاد ولی نفق معده همیشه هست که با چای نبات هم حل نمیشد. بعد حالا گفتش که رفتن که دکتر رو بیارن ببینن دکتر اصلیشون. اون حالا تمام نوشته هایی که سوالی از من پرسید و نوشت چک میکنه و بعد برای همون تمرکز پرسید رو کدوم میخوای باشه، بهتره که مشکل نفق معده رو فعلا حل کنه. ببینیم این سوزنی که میزنه کجا میزنه، چه جوری میزنه، چه بلایی قرار سرم در بیاد. اینم فرمیه که دادن امضا کنم. سرویسایی که اینجا انجام میدن ایناست. همرم دونه دونه توضیح داد که اینا چیان، چی کار میکنه و بعضی از ماساژا که خب حالا فکر نکنم برای من الان انجام بشه، بعدا اگه خواستم میتونم بیام. بعد اینجا رو امضا کنم. اما سرویسای اصلی اینجا ایناست که هم دارو، گیاهان دارویی رو میدن، هم تپ سوزنیه، هم یه چیزای سوزنیه هم هستش که الکترونیکیه، اینا رو انجام میدن. Generally slippery, slightly rapid, a weak on the tsun and a guan, or sorry, guan and shu on this side. Thank you. Thank you. گشت و گذار من توی هامبرگ کالج و اولین تجربم تو تپ سوزنی رو دیدین و اطلاعاتی که آمسو دادن هم شنیدین.
من تا جایی که میخواستن کار رو انجام بدن، سوزن بزنن به بدنم، فیلم گرفتم بودم، ولی بعد از اون دیگه امکان فیلم برداری نبود، به خاطر اینکه براتون تعریف میکنم. دراز کشیدم روی تخت، بعد گفتن با توجه به این چیزایی که حرفایی که دکتر گفت، پزشک اصلی اونجا گفت، و نتیجه هایی که از گفتگوهای خودم اون دو تا دانشجو نوشته بودن، تصمیم گرفتن که به مشکل نفخ معده بپردازن و اونو معمول سعی کنن که حل کنن، و باید 5 تا سوزن به معدم به شکمم میزدن، 2 تا روی دستام و 2 تا روی پاهم. اول ازم اجازه گرفتن، گفتن این کارو بکنیم یا نه، گفتم آره. و اولش خیلی خیلی میترسیدم، ولی با هر دونه سوزنی که میزد ازم میپرسید خیلی آروم، سوزنارم که به هم دیدین نشون داد خیلی باریک و نازک بود، اصلا از اون سوزنی که تو آمپولم هست خیلی خیلی نازک‌تر، شاید نصف اون بود. بعد ولی با آرامش این کارو انجام داد، اول روی شکمم زد و هی از من پرسید درد نداری، چه حسی داری، چطوریه. بعد 2 تا روی 2 تا دستم زد و روی 2 تام روی پاهام زد. بعد یه آهنگ ملایم گذاشت و ریلکسیشن، نور اتاقم کم کرد و در رو بستن و رفتن. حدود 20 دقیقه بعدش برگشتن. البته من اولش یکم ترسیدم، یه چیزم به هم دادن رو دستم، یه زنگ که اگه مشکلی پیش اومد حتما زنگ بزن. اومدم برم زنگ بزنم، چون یهو از تنهایی و از اون اتاق و اگه نور تاریک شد ترس برم داشت، ولی هی به خودم اعتماد به نفس دادم، هی به خودم گفتم نترس، هیچ مشکلی نیست، هیچ اتفاقی پیش نمیاد، زنگ زیر دستته، میتونی بزنی. یه 20 دقیقه رفتم تو ریلکسیشن و بعدش اومدن و اونا رو خیلی آروم در آوردن و دکترم اومد و دوباره چک کرد و همه چی اوکی بود و برای کل این پروسه 25 دلارم از من گرفتن. یعنی برای هر دفعه همینقدر بیشتر شارژتون نمیکنه. و اینا هم که دیدین دیگه دانشجو بودن که این کارو انجام دادن زیر نظر خود پزشک، و کاری که پزشک انجام داد و سوالاتی که خود دانشجو کردن و معایناتی که انجام دادن خیلی جالب بود. من یادم اون سریال ژاپنی چینی بود مینداخت که با نبض پادشاه رو میفهمید که چیشه و از رو زبونش، اینا هم از رو زبون من خیلی چیزا رو تونستن بفهمن و یادداشت کردن، و همینجور نبضم دیدین که آقای دکتر خیلی طول کشید، نزدیک 20 دقیقه فقط داشت به نبض من گوش میکرد و میگفت که نبض دست راستش چی میگه، نبض دست چپش چی میگه. به هر حال تجربه جالبی بود. حالا نتیجهشو من نمیدونم، به خاطر اینکه نفخ معده من اونقدر شدید نبود که بفهمم هم اون روز مثلا حل شده باشه. در واقع بچه ها گفتن که 1-2 جلسه دیگه هم باید بیای، ولی خب من فقط برای یه روز برای امتحان کردن رفتم و دیدن اونجا. اگر که شما هم دوست داشتین، خب به راحتی میتونید برین رو وبسایتشون بک بکنین، هم از ماساژشون استفاده کنین، هم سایر خدماتی که توی قسمت اسپا داشتن، حتی ناخون و اینجور چیزا هم فکر کنم بود، و تب سوزنی. اگر که قبلا تجربهشو دارین و میدونین خوبه یا مشکلی هستش که با این حل میشه، با قیمت مناسب. ولی خب دیگه باید اینو در جریان باشین که زیر نظر دکتر انجام میشه، ولی به دست دانشجوست.